برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک پژوهش جدید نشان می دهد که اطلاعات به دست آمده در مورد نحوه استفاده حشرات از قطرات آب برای شستن آلاینده ها از بدن خود می توانند به بهبود عملکرد دستگاه های خود تمیز کننده کمک کنند. پژوهشگران می گویند که از روش های مشابه این مکانیسم ها می توان برای بهبود طراحی و عملکرد دستگاه های خود تمیز کننده از جمله پوشش های روی پنل های خورشیدی، شیشه های جلوی خودرو و حسگرهای زیستی استفاده کرد. در پی بارندگی های شدید در روز پنجشنبه 18 خرداد، برخی نقاط استان های اصفهان، البرز، زنجان، مازندران، سمنان، مرکزی، قزوین، کرمان، آذربایجان شرقی و تهران با سیل، آب گرفتگی، تخریب واحدهای مسکونی، خسارت به تأسیسات شهری و ریزش کوه مواجه شدند. بر اساس اعلام سازمان اورژانس ایران، در 24 ساعت گذشته منتهی به صبح جمعه، دست کم 6 شهروند این کشور جان باخته و 53 تن دیگر نیز مصدوم شدند. با وقوع سیلاب‌های روز پنجشنبه، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از نحوه مدیریت بحران در ایران و صدور دیرهنگام هشدارها انتقاد کردند. به گفته آنها، آمارهایی که مسئولان حکومتی از تعداد مصدومان و خسارت‌های ایجاد شده در سیل اخیر ارائه کردند نیز متفاوت است. منابع خبری در ایران اعلام کردند فرد یا افرادی ناشناس روز جمعه با ورود به صحن دو امامزاده در مسیر جاده آبدانان به دهلوران واقع در استان ایلام اقدام به آتش زدن بخشی از ساختمان این امامزادگان کردند. دادستان ایلام با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مسئله آتش سوزی دو بقعه متبرکه در استان را به طور جد پیگیری می کند گفت چند مظنون در ارتباط با این حوادث شناسایی و دستگیر شدند.